سلام، برای دکترا خوندن سن خاصی مد نظر نیستش. قوانین کجا؟ ما کجا امریکا کجا؟ خب کل پیج واسه همینه که بدونین امریکا اونقدر دور از دسترس نیست. اگه آرزوتون بوده در راستای آرزوتون تلاش کنید بهش میرسید. لایو یه ساعت هست. طراحی داخلی تو آمریکا درآمد داره بیشتر از معماریه، ولی خب مسئله اینجاست که همه چی به کانکشنه، یعنی هی باید آدم با آدم هایی که پروژه دارن و اینا بر بخوره دیگه. سلام استاد دهقان، من افتخار میکنم که شاگرد شما بودم. بهترین استاد زندگی من بودی. موضوع لایو گذاشتم پین نشد متاسفانه، نمیدونم چرا پین نمیشه. بذارین یه بار دیگه امتحان کنم. اوکی پین شد، ببخشید. موضوع لایو رو پین کردیم. سلام آقای ادونچرر، پیدا کردن کارفرما در امریکا خیلی سخته. بستگی به کار خودتون داره که چقدر خوب باشه که کارفرما پیدا کنید. و مهمتر از هر چیزی، حالا من اینجا رو میتونم بگم، اینه که اعتماد به نفس داشته باشین. وقتی که میخواین برین کار بگیرین یه جوری برخورد کنین که طرف احساس کنه که به شما نیاز داره، نه اینکه شما یه جوری برخورد کنین که شما به اون کار لزوما احتیاج دارین. توی هیوستون من نمیدونم، من خودم چون کانادا نبودم نمیتونم مقایسه کنم. حالا میسا جون بیادش و بیشتر راجع به تفاوت امریکا کانادا حرف میزنیم. کلن معماری و معماری پایدار و اینا یه جوره تقریبا سطح درآمدشون، مگر اینکه شما برین معماری های تک و تک و اینا که بره سمت طراحی سافت‌ورا مثل کار کردن تو خود اوتودسک و اوتوکد و اینا. میساج من ریکوستتو ندیدم، یه بار دیگه میفرستی؟ برای دانشگاه چطور اقدام کنیم؟ هایلایت اپلای چک کنید، من اونجا قدم به قدم نوشتم. خب میسا هم اومد و بعد از تموم شدن تحصیلتون باید بگردین دنبال کار. سلام، گوشیتون سایلنت عزیزم. صدا قطع شد. الان خوب؟ آره الان خوب شد. آره الان صدای من خوبه؟ چطوری؟ مرسی. ببخشید من یه خود دیر اومدم، یه خود باید عجله میکردم که بالاخره انجام شدش. کار برام پیش اومد و ببخشید دیگه رو دارتان شد. خواهش میکنم، خیلی هم عالی. یه خورد رزولوشن تصویرتون خوب نیسته. بذار خود لنزم رو تمیز کنم، خودم جا رو عوض کنم. بذار ببینیم بهتر میشه یا نه. بهتر شد؟ آره فکر بهتر شد. خیلی خوب. میخوای من خودم رو معرفی کنم یه مقداری؟ اوکی. همچنین که تو بیوگرافیم گفته بودم، من اسمم میسا هستش، 20 ساله که از ایران مهاجرت کردم. از این 20 سال 6 سالشو کانادا زندگی میکردم. اول مستقیم رفتم کانادا، بعد از طریق کانادا اومدم آمریکا. توی کانادا درس خوندم، کارم کردم. نوع ویزایی که گرفتم و حالا در موردش توضیح میدم، یه ویزایی گرفتم و اومدم الان 14 ساله که روی اون ویزا توی آمریکا دارم کار میکنم. دو تا بچه دارم، بیزینس خودمو دارم، مهد کودک خودمو دارم و ایران میرم مرتب برمیگردم. باهاشون صدا قطع شد عزیزم. خدا حفظشون کنه. مرسی قربانت. هم توی کانادا کار میکردم، هم اینجا کار میکردم. اینجا یه مقدار درس خوندم، فوق لیسانس هم اینجا گرفتم. و اگر اینکه سوالایی که گرفتم رو میتونیم دونه دونه با هم دیگه بریم سراغش و جواب بدیم و بیشتر موضوع بحث مقایسه زندگی کانادا با آمریکا هست. دقیقاً. خب بنظرم کانادا
آفریقا هم اومدیم کدوم سطح زندگی بهتره و تفاهشش چیه؟ ببین سیستم زندگی کانادا خیلی سیستم اروپایی هستش، به خاطر اینکه وقتی که توی تاریخ و عمقش فرو بری به هر حال بیس و پایش از روی سیستم انگلیسی هستش، همونطور که هنوز روی پولاشون عکس ملکه هستش و به هر حال ملکه هر چند وقت بار دیدار میکنه و از این داستان ها. آمریکا بیسش کلا فرق میکنه. به نظر من اگه بخوایم مقایسه بکنیم خیلی مقایسه سختیه، چون همه فکر میکنن که آمریکا و کانادا شبیه همن، ولی واقعا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. میخوای سوالت یه بار دیگه دقیق تر بپرسی؟ بذار من کامنت ها رو بپرسم. آره اوکی، ولی خب کامنت ها رو آدم میبندم چون نمیره که موضوع تو سوال آره. در اینه که خب مثلا راحت تر کار پیدا کردن تو آمریکا یا کانادا، یکی که بخواد از این راه بره به نظر شما راحت تری که بره یا بره؟ بعد ببین تحصیل ویزای تحصیلی به کاری کجا راحت تره؟ خب یکی یکی بریم دورش. به نظر من وارد شدن الان در حال حاضر، وارد کانادا شدن شاید سرها برابر آسان تر از وارد آمریکا شدنه. یعنی من خودم الان در حال حاضر توی لیست کسایی هستم که منتظر گرین کارتشون هستم، ولی این لیست های متاسفانه طولانی تر و طولانی تر و طولانی تر میشه و هر چی که داره میگذره، مخصوصا با این شرایط فعلی و با وضعیتی که ترامپ آورده، هی سخت‌تر داره میشه. من واقعا اگه که ایران بودم و تصمیم داشتم که آمریکا و کانادا رو میتونه انتخاب کنم، بدون شک همین کاری رو میکردم که قبلا کردم. منم اول رفتم کانادا، یه 6 سالی اونجا بودم، به هر حال سیتیزنشیپ کانادا رو گرفتم و یه مقداری پایه های زندگی ما اینا رو قوی تر کردم و بعد نوع ویزا رو یعنی نوع ویزا که نه، در واقع یه ویزایی رو گرفتم و از طریق اون ویزا وارد آمریکا شدم. از نظر کار به نظر من کار توی آمریکا خیلی بهتر و راحت تر پیدا میشه، به خاطر اینکه جمعیت خیلی بیشتره، امکان کاریابی خیلی بیشتره، جاهایی که کار آفر میدن خیلی بیشتره، هایتک ها خیلی بیشترن. توی کانادا به نظر من کار پیدا کردن یه مقداری سخت‌تره، به خاطر اینکه ارزش اولا که دقیقاً همینطوره، چون جمعیت کمه، فضا خیلی وسیعه. این کار توی کل این کشور کانادا پخش شده و یه سری شهرهایی هستن مثلا مثل تورنتو یا ونکوور که خب مسلماً آدمای بیشتری دوست دارن برن اونجا، خب اون کارا میره به سمت کسایی که به هر حال اونجا هستن و زندگی کردن تا کسایی که جدید بخوان برن. این خیلی سوال خوبیه، به خاطر این که ببین من اینو همیشه میگم من نمیگم کانادا جای بدیه، کانادا خیلی جای خوبه، من اصلا عاشق کانادا، انقدر زیباست، آدماش خیلی خوبن، ولی کانادا برای من کار نکرد. دلیلش هم این بودش که خیلی سرد بود، یعنی من اتاوا بودم و اتاوا واقعا یه جای خیلی خیلی سرد بود. الانم ماه مارچ که رفته بودم اینقدر سرد بود، خدا شد دیگه من اینجا زندگی نمی کنم. یکی سرماش و طولانی بودن زمان سرماش خیلی منو اذیت کرد. یکی این که من وقتی که بچه دار شدم، بچه اولم به دنیا اومد، واقعا هیچ کسی رو نداشتم، کارم هم دیگه ول کرده بودم، مونده بودم تو خونه بچه داری میکردم و واقعا این زمستون طولانی و اون حالت دیپرشن های بعد از حاملگی و اینا خیلی بدجوری دیگه زده بود بهم. بعد وقتی که اومدم آریزونا دیدم که اینجا، آریزونا تو اومدی درسته؟ نه، گرند کانیون. دیدم که اینجا به زمستونش چه آسمون آبی داره، چه چمنای سبز و چه جای قشنگیه. آره همه گفتن نه حواست باشه تابستون اینجا خیلی گرم میشه، اصلا برای من مهم نبود چون زمستونش عالی بود. اینقدر من مودم عوض شد و حالم بهتر شد و ورزش کردم و اینا، فهمیدم که خیلی شرایط اقلیمی روی حال و مود من تاثیر میذاره. همون دستم واسه سیاتل خیلی دوست دارم چون خیلی تر سبز، خیلی بارون داره، بعد مثلا با کار من با آب و هوا خیلی بهتره. ریزالت کاری درسته میگم. دقیقاً همینجوری. چرا اینجا تابستون خیلی گرم میشه، مثلا خیلی از روزا هوا 45-6 درجه است، حتی یه روزایی تا 48-9 درجه یا 50 درجه هم میرسه، ولی میاد و میره. نمیگم اذیت نمیکنه، خیلی سخت و اذیت میکنه، ولی واقعا به نظر من با زمستون کانادا، با اون سرمایی که استخون آدم میلرزه، اون لباسایی که لایه به لایه به لایه آدم باید بپوشه و اینا، قابل مقایسه نیست. به نظر من واقعا زمستون و سرمای کانادا یه مقدار حتی خطرناکه، رانندگی و اینا واقعا خطرناکه.
حالا این دلیلی بودش که من اومدم، یکی به خاطر شرایط آب و هوایی بود و یکی تنهایی بود. من توی آریزونا چند از اقوام خیلی نزدیکم زندگی میکردن و به حال بیشتر به هوای اونا آمدن، حالا که الان دیگه هیچ کدوم از اون اینجا نیست. اونا بهونه شدن که ما مسیر زندگی بودم. دقیقا همینطوره. یکی سوالی پرسیده بودش که مراحل اپلای دانشگاه آسونه اما مراحل گرفتن ویزا چطور برای کانادا؟ مثلا توی کانادا من میتونم فقط فینگر پرینت، ولی خب حال برای امریکا بعد ویزا گرفتن کانادا خیلی آسون شده. آره مخصوصا الان نمیدونم چرا، زمانی که من رفتم کانادا 20 سال پیش بود، من فکر کنم 7-8 بار شاید 10 بار رفتم سفارت. بعد هر دفعه که میرفتم اون دربون سفارت، اصلا متاسفانه اسمش یادم نیست ولی قیافش جوری که بود، میگفت تو بازم اومدی؟ من چند بار به تو بگم ما به تو ویزا نمیدیم. کوباره میرفتم 4 تا مدرک دیگه جور میکردم و میبادم. حقیقتش من سال آخر ویزام نگرفتم به کانادا، من ازدواج کرده بودم و کسی که ازدواج کرده با یه کسی که کانادایی باشه بهش ویزا نمیدم و من اینا حاضر نبودم در هیچ شرایطی بخرم، تا اینکه بالاخره این تو کلم رفت که آقا ویزا نمیدم. دیگه وقتی که رفتم کانادا که کار ایمیگریشن هم درست شده بود و به حال رفتم اونجا و اینا، ولی الان خیلی شرایط ویزا سخته. کانادا بودن به شما ویزا نمیدادن؟ نه نمیدادن، نه میگفتن که باید اون اسپانسرت بکنه و یک سال طول بکشه تا کار درست بشه و این یه سال خیلی سختی برای من بود، اینکه واقعا بلا تکلیف بودم و خیلی شرایط بدی بودش. حالا الان که نه ولی بود کارداش بود، کسی که همسرش بود تو ایران بود یه جای دیگه بود، بعد 3 سال صبر کردیم. دقیقاً همینطوره. آره دقیقاً همینطوره. بخاطر همین کانادا الان کلا خیلی آسون ویزا میده. من خیلی ها رو دیدم که وقتی که میرم سفارت، حتی به زمانی که تا ته زمانی که پاسپورتشون معتبره بهشون ویزا رو میدن. ولی قانونای کانادا خیلی سفت و سخت، البته آمریکا هم همینطوره و واقعا ویزا گرفتن نشونه موندن و زندگی کردن نیستش، واقعا باید مراحل درستش رو طی بکنن تا اینکه اکسپتش بکنن. وکیل کانادا به ایشون فرموده بودن که من یه هزار تا میدینم کارای اپلایشون انجام بدن، به نظر شما خودشون میتونن انجام بدن؟ من خیلی دوست داشتم که ایشون انجام بدن و خودشون انجام بدن و وکیل نکنن. درسته. ببین من وقتی که ایران بودم چند بار رفتم پیش وکیل، همونجوری که گفتم من هی میرفتم ویزا بگیرم به من ویزا نمیدادن و تقریبا تمام وکیلا میگفتن نه بی خود سعی نکن تو شامل ویزا نمیشی، ولی یه وکیلی به من گفت اون موقع 20 سال پیش به من گفت که $10,000 ازت میگیرم و ویزای بیزنس برات میگیرم، تا طریق ویزای بیزنس میتونی بری کانادا انقدر بمونی تا کار درست بشه، که البته این کارو نکردم. ولی وقتی که رفتم کانادا دیدم این کار شدنی بود. من فکر میکنم اگر که آدم توی شرایطی هستش که مجبوره وکیل بگیره، خب بهتره که بگیره، چون داری دنبال یه راه میونباری میگردی یا یه جوری میخوای خودتو کوالیفای بکنی. اگر که توی کسی هست که کوالیفای هستی، چه از نظر تحصیلی چه از نظر کاری، واقعا فرم پر کردن احتیاج به وکیل نداره، چون از وقتی این وکیل هم پولو میگیرن یه فرمو پر میکنن بعدم میگن برو تا نوبتت بشه، یه کار خیلی ساده که خود آدم هم میتونه انجام بده. برای خودم یه سوال خوب بود که من دلم خواهد یه مقدار راجعش صحبت بکنم. یه نفر از من پرسیده بود که درس خوندن توی آمریکا سخت‌تره یا توی کانادا. این به نظر من خیلی سوال جالبیه، چون دلم خواهد یکم از خودم بگم، من اصلا آدم درس خونی نیستم، من اصلا از درس و مدرسه فراریم. توی ایرانم هم همینطور بود، اصلا دوست نداشتم درس بخونم، ولی میدونی که اینجا نمیشه درس نخونی، اینجا باید درس رو بخونی تا اینکه بتونی مراحل دقیقا. و خیلی مهمه که حتما مدرک تحصیلی اینجا رو داشته باشی، یعنی خیلی وقتا هستش که مثلا یه نفر با فوق لیسانس وارد اینجا میشه ولی هیچ وقت اون مدرکشون کوالیفیکیشن یه دانشگاه اینجا رو نداره، این خیلی مهمه که اون کوالیفیکیشن رو بگیرن. به خاطر همین وقتی که من اومدم اینجا رفتم کانادا، برخلاف اون چیزی که دلم میخواست وارد دانشگاه شدم و درس خوندم و واقعا درس خوندم تو کانادا سخته. دوباره بگم چون سیستمش سیستم انگلیسیه و سیستم تحصیلی و دانشگاهیش سیستم انگلیسیه، خیلی خیلی سخته. به علاوه هوارم به اون وضعیت بعد اضافه بکنیم، من تو بعضی از پستام توضیح دادم و نوشتم که چجوری دانشگاه رفتن توی اون هوا، پارک کردن ماشین زیر برف و از این تونل به اون تونل رفتن کار سختی بودش برای من. و
به حال این بکپک سنگین آدم میذاره و میره درس و میخونه و واقعا دانشگاه های کانادا سخته و پروفسوراش واقعا به دانشجو سخت میگیرن. یه مورد دیگه هم که هست اینه که چون مسلما کانادا درش بازه و مهاجر زیاد میگیره، خیلی از کسایی که وارد دانشگاه کانادا میشن خیلیشون انگلیسیشون به اون صورت قوی نیست. شاید خود منم، شاید که نه، بدون شک خود منم همینطور بودم. و این پروفسورایی که تو دانشگاه کار میکنن خیلی 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 به اون زبان ریزبین و دقیق هستن و بد جوری ذره بیرون میزنن. خب مثلا و برای خوبی خود ماست، ولی تو امریکا خیلی ریز. تو امریکا اینجوری نیست. تو امریکا خیلی آسون میگیرن، ولی خیلی استادا نایس و هر چی زبان خوندیم ایران متفاوت بوده واقعا. دقیقاً. جدا رفته هر روز رفته خصوصی رفته متفاوته. دقیقاً همین. چه استادا نایس بودن، حالا آروم اگه حرف می‌زدن، اگه نه منظورتون متوجه می‌شدن. درسته. بعد خیلی کلاسایی که من می‌رفتم دانشگاهی که من می‌رفتم مثلا یک کلاسی بود، شاید بگم مثلا 500 نفر شاگرد توش بود. خب منی که زبانم خوب نیستش، واقعا سروایو کردنم توی اون کلاس تقریبا صفر بودش. بعد میومد یه حالت سینما بود و اون استاد اونجا وای میساد و اینا رو یکی یکی ورق میزد و حرف میزد و خیلی هم گوش نمیکردن یا یه نوت یادداشت میکردن، ولی من تا بخوام بفهمم این چی میگه یا اصلا موضوع درسش، این کلاس تموم میشد. در نتیجه تمام لود کاری و درسی میومد روشونه من توی خونه و من اینو بعد انجام میدادم. حالا اگه بخوام راجع به سیستم آمریکا بگم، وقتی اومدم آمریکا خواهرم دانشجو بود، بعد قشنگ چه شورت پاش میکرد با فلیپ فلاپ و ماشینش هم قشنگ میبرد دم کلاس پارک. میگم من گفتم ای دانه میدا چقدر زندگی اینجا آسونه، چقدر تو کانادا سخت بودش. بعد وقتی خودم اینجا دانشجو شدم باورم نمیشد. مثلا میگفتن کتابتو میتونی سر جلسه امتحان بیاری؟ گفتم ببین من میشه؟ یعنی میگه کتابتو بیار بذار زیر دستت. و من میکردم این کارو، یعنی قشنگ ورق میزدم جواب سوالا رو پیدا میکردم مینوشتم و نمره میگرفتم. یعنی اصلا باورم نمیشد که قصاده میگرفتم. فوق لیسانس هم اینجا گرفتم، فوق لیسانس هم کانادا گرفتم، فوق لیسانس هم تو رشته ایژوکیشن گرفتم، الیمنتری ایژوکیشن که بعد معلم شدم، بعدم مهد کودک باز کردم. بعد یه سری یه مقدار خیلی زیادی از کارا انجام شدنیه. یعنی مثلا من یه چیز حدود 6 ماه توی مدرسه اینجا میرفتم میومدم کار میکردم با بچه‌ها، وقت صرف میکردم بدون اینکه پولی بگیرم، ولی همه اونا کردیت درسی برای من بود و منی که اینقدر درس و درس خوندن فراری بودم، این بهترین معجزه بود که ممکن بود تو زندگی رخ بده، در حدی که با معدل 20 من یعنی 4.0 گریجویت شدم و خودم باور نشد، حتی یه نمرم بی نشد. دوباره میگم من که توی ایران به زور دیپلممو گرفتم. پس در نتیجه اینجا درس خوندن واقعا خیلی آسان تره تا کانادا و البته ایران که دوست دارم. از نظر خودم بگم من میکنم چون شما خیلی سختی ها رو توی کانادا کشیدید، این یه درصد زیادی کمک کرد که اینجا برای کانادا و یعنی من که از اول اومدم بعدم داره ممکنه. بعدم خب ببین توجه کن، من 6 سال کانادا بودم دیگه زبانم قوی شده بود، حالا آسون یا سخت بعد بوده. آره درسته. آره بعدم که خیلی جالبه، من وقتی اومدم اینجا خیلی از دوستان دانشجوهای دکترا بودن و اصلا تو کانادا من حتی اینا تو ذهنم رد نمیشد که من بتونم کوالیفای باشم و دکترا برم بگیرم، ولی وقتی اومدم اینجا قشنگ دوستان گفتن نه برای چی، یه برو اپلای کنه اینجوری کنه اینجوری کنه میتونی بگیری. کما اینکه من تا مدت‌ها تو ذهنم بود و می‌خواستم برم دکترای روانشناسی بگیرم که بعد اصلا کلا دیگه دایرکشنمو عوض کردم، تصمیم گرفتم برنگردم. منم خیلی از دوستام اینجا دکترا می‌خونن، بعد یه دوستی بوده دکترای سرطان می‌خونه بعد ترکیه بود، بعد بهش گفتم که چقدر مثلا تو ذهنت چه چقدر خفنی اینا، بعد گفتش که نه واقعا واسه پیاز بخوندن تا لزوما نیاز نداری خیلی باهوش باشی، فقط احتیاج داری که تعهد و کامیتمنت داشته باشی. درسته درسته دقیقا. از دور به نظر نمیاد، همه فکر کنن هر چیزی فقط باهوش. آره دقیقا همینجوره. ببین مثلا من بعدش دیگه که خیلی برام جالبه، من لیسانس که گرفتم تو رشته مدیریت بازرگانی گرفتم، بعد وقتی اومدم میخواستم برم رشته ایژوکیشن بخونم، اصلا این دوتا چیز کاملا متفاوته. بعد رفتم کالج اینجا، یعنی رفتم کامیونیتی کالج، گفتم آقا من میخوام بیام از اول به بسم الله شروع کنم این رشته رو بخونم. گفت برای چی میخوای این کار بکنی؟ تو لیسانس داری بعد بری فوق لیسانس بگی؟ گفتم بابا فوق لیسانس چی میگی؟ فهمیشه
میخوام بیام از اول بخونم. گفت نه ما قبولت نمی‌کنیم، تو داری وقت تلف می‌کنی و بعد بری فوق لیسانس، اصلا کالج نیا، برو تو دانشگاه. همینجوری منو رولم کردن از یکی به یکی دیگه. و وقتی که رفتم فوق لیسانس گفتم آقا من نمیتونم فوق لیسانس بخونم، نمیخوام فوق لیسانس بخونم. مثلا همین آخرش مدل عالی مجرد آخرش پروفسور من اون کسی که سوپروایزر من گفت ببین بیا یه دونه بگیر، اگه نخواستی پشت نیامد برمیگردی آندرگراد، دیگه از اینکه بدتر نشه یه دونه کورس بگیر. وقتی یک کورس گرفتم مثلا دیدم واقعا خیلی آسون تر از اون چیزی بود که اصلا فکرش نمیکردم. آدم اینجا یه سری کارهای گروهی انجام میدن تو کلاس که خب مثلا 7-8 نفر دور هم جمع میشن و توی یه قسمت کوچیکی از اون کار رو میکنی و اون گروهی کار کردن نفر خیلی خیلی فان خودش، بلکه خب یه مقدار خیلی زیادی از کار گروه دیگه انجام میدن و آدم از بقیه یاد میگیره. خب به نظر من اونم برای من خیلی خوبه. در نهایت ریزالت نهایی که میبینه اون دوپامینه آره ترشح میشه. آره دقیقا. بعد من ایژوکیشن خوندم یاد گرفتم، یعنی یکی از درسای ما این بود که همه از طریق لکچر درس رو یاد نمیگیرن، متد یادگیری متدای مختلفه و من فهمیدم من متدم متد لکچری نیستش، ولی کانادا هنوز متدش متد لکچریه و من متدم متد فعالیت و دستم رو توی کار ببرم بودش. من حالا ولی من انقدر آدم تاچی هستم که موزه میرم مثلا باید ده. آره منم دقیقا همینطورم. آره مثلا به دیوارهای قدیمی احساس میکنم وقتی بهشون دست میزنم اون حس رو ازشون میگیرم. حالا دیگه موزه دیگه خیلی بعد ممکنه منو پرت کنن. خب کامنت های بعدی، یه سوالی پرسیده بودن که شما گفتین جواب بدین که گفته بودن من میخوام مهاجرت کنم به کانادا، دغدغه کار پیدا کردن دارم هم خودم هم همسرم. آها. خیلی استرس هست برای دخترشونه که نمیدونستن نهده شده. آره این خیلی سوال خوبیه، من الان توضیح میدم. ببین کار من نمیگم پیدا نمیشه، مسلما پیدا میشه، ولی ممکنه که شما وقتی میرین هفته اول تو رشته مورد علاقتون و تو شرکت مورد علاقتون نتونین کار پیدا کنین. یه وقتی ممکنه 2-3 سال طول بکشه، مجبورشین 2-3 تا رشته متفاوت رو تو دانشگاه و کالج بردارین، یه مقدار تحصیلات و زبانتون رو آپگرید بکنین تا اینکه مثلا بعد از حالا شاید 2-3 سال بتونین توی اون زمینه‌ای که دلتون خواستین فعالیت بکنین. ولی میفهمم مشکل اصلیتون این نیست و مشکلتون بچه‌تونه. من اینو با خون و گوشت و رگم کاملا درک میکنم، به خاطر اینکه خودم هم رفتم دانشگاه درس خوندم با دو تا بچه و هم کار کردم با دو تا بچه. ببین من خودم اینجا مهد کودک دارم و نمیدونی تعداد بچه هایی که میان توی مهد کودک بزرگ میشن، یعنی از 6 هفتگی 7 هفتگی میان و تا 5-6 سالگی اینجا میمونن، بعد از 5-6 سالگی میرن توی مدرسه های دولتی، پشتش هم افتر اسکول دارن و واقعا همه پدر مادرها اینجا دارن فول تایم کار میکنن. اگر این که دلش رو داری که این کار رو بکنی، من واقعا تشویقت میکنم این کار رو بکنن، که بچه ها وقتی میان توی مهد کودک معلم هایی که میان بهشون درس میدن معلم هایی هستن که دوره های خاص دیدن، لوازم خاص دارن و بچه شما که وقتی داره توی مهد کودک خیلی چیزهای بیشتری رو یاد میگیره تا وقتی که خونه پیش مادرش باشه. البته خونه پیش مادر بودن یه ارزش خاص دیگه ای داره، ولی بچه شما که 3 سالشه مسلما رفتن به مهد کودک و پری اسکول براش خیلی خوبه. در نتیجه این هست، ولی در عین حال باید بگم که شما اون پولی رو که در میاری مقدار خیلی زیادش باید بره به سمت مهد کودک. بچه شما مهد کودک واقعا خیلی گرونه. من اگه جای شما بودم و میخواستم این کارو بکنم، ترجیح میدادم برم توی مهد کودک یه چند سال کار بکنم، همین که متد پرورش بچه‌ها رو یاد بگیرم، همینی که بتونم تخصص خاص بگیرم. جان عزیزم صدا نمیاد، ترجیح صدا تو نمیشنوم. صدا نمیاد، صدا تو نمیاد. خود مهد کودک کار بکنم چون معلم های مهد کودک رو استخدام الان صدا الان من قطع میشم، صداتون قطع و الان خوبم من؟ آره پوینت هم همین بودش دقیقا، چون بچه وقتی که میره توی مهد کودک به معلماش تخفیف ویژه میده. چقدر خوب، چون که مادر داری که کارم نداره اون دوچان تو همه پیداری هم میتونه کنار بچه هست باشه. دقیقا
حالا چی شد شما رفتین سمت این محدودیت؟ آره خیلی، اینم سوال خیلی خوبیه. ببین من وقتی که بچه اولم به دنیا اومد، قبلش تو بیزنس بودم، تو سیلز بودم، تو کار فروش بودم و خیلی هم کار خوبی انجام میدادم، ولی احساس کردم که دلم نمیخواد دیگه با نمیدونم با کامپیوتر و عدد و رقم و اینا کار بکنم. دوست دارم با انسان کار بکنم، دوست دارم با بچه ها کار کنم و بچه ها اینقدر عشقن، اینقدر مهربونن، اینقدر صادقن، اینقدر راحته و اینقدر تشویق میشه آدم وقتی باشون کار میکنه. دیگه تصمیم گرفتم وارد این زمینه بشم و اپلای کردم و به هر حال فوق لیسانسم رو توی اون زمینه گرفتم و خیلی تو ذهنم این بودش که بتونم معلم بشم. به دو دلیل، اولا که معلم ها خب مسلما تابستون ها کار نمی کنن و کریسمس بریک دارن اینجور چیزا، گفتم خب خیلی خوبه، تو ذهنم گفتم خب خیلی خوبه میتونم با اونا کار بکنم. قطع شدیم دوباره، دستتون دادم. الان خوبه؟ بهتر الان؟ الو الو الو. خب من یکم کامنت میسا الان احتمالا برمیگرده. سوالای دیگه که دارین و برای بهار از صدای تو قطع میشه. سوال بچه‌ها گوشی رو سایلنت کن. نه به خدا، من صدای تو رو میشنوم، صدای من هم میاد الان هست. اوکی بچه ها صدای من رو ببین، میگن صدای میسا بود، صدای بهار نیست، صدای تو قطع میشه. بس همین الان پرسیدم. آره صدای من صدای بهار نیست. آه الان بهتر شد. بهتر شد. در مورد کالج های کانادا، کسی که ایران باشه برای توسعه اگه بالا باشه بهار از این صدا قطع میشه. میخوای تو بری و برگردی؟ بذارین یه لحظه. باشه باشه، کامنتار الان میخونم. میبینم که فنون پزشکی واقعا خیلی رشته فوق‌العاده‌ای هستش، ولی چه توی آمریکا و چه توی کانادا برای اینکه بخواید شما رشته دندانپزشکی رو ادامه بدین یه امتحانی رو باید بدین که یه مقداری سخته ولی شدنیه. یه مقداری باید درس بخونید، یه چند تا تست رو پس بکنید و بتونین دندانپزشکی بخونید. بهار جان صدا قطع و بست میشه. صدای بهار اصلا نمیاد. میگم بهار ببین صدای تو نمیاد، من بمونم تو برو دوباره برگرد، چون صدات خیلی قطع میشه. میش صدات بریک میشه، هی میره و میاد. الان صدام بهار جان صدات قطع میشه عزیزم. میگم مگه ایران سل نداری بگیرین دست شالی بهار کلن این لایو رو قطع میکنم، این لایو رو قطع میکنم دوباره میام. بهار جان برو بیا، قطع کن برو دوباره برگرد. من لایو رو قطع، من صدامو دارین الان؟ چون صدا خیلی قطع میشه، تو برو دوباره برگرد. رشته دندان پزشکی مثل ایران آزمون ورودی داره.
بچه ها سلام، صدای من میاد اینجا؟ صدام بهتره؟ پیرنم رو صاف کنم. بچه ها میتونین بهار رو صداش کنیم بیاد اینجا برای من ریکوست بفرست اینجا با هم صحبت بکنیم اگه صدا بهتره، چون خیلی سوالای خوبی میپرسیدین، دلم میخواد همه سوالاتون رو جواب بدم. صدا خوبه؟ عالی. بهار اومد. اوکی بهار جان برای من ریکوست بفرست عزیزم. نه من نایم ریکوست به دور دیگه میشه لطفا بفرستی؟ رشته دندان پزشکی رو ترجیح میده وکالت چه شاخه از وکالت توی کانادا موفقه؟ ببینید خیلی سوال عجیبیه، به خاطر اینکه اصلا دندان پزشکی کجا وکالت کجا، خیلی دو تا رشته متفاوتیه. خب باید ببینید تو کدوم زمینه علاقه داری، توی کدوم زمینه دوست داری ادامه کار بدی و تحصیل بکنی. هر دوشون رشته خیلی فوق‌العاده‌ای هستن. آهان درباره کالج آشپزی شیرینی پزی در آمریکا میگین چطور باید درخواست بدم؟ شما رشته شیرینی پزی بلدی و میخوای از اون طریق به آمریکا درس بخونی، این دقیقا اگه منظورتون اینه باید بگم که من نمیدونم دقیقا چی جواب بدم، به خاطر اینکه مطمئن نیستم که به کسایی که رشته آشپزی یا کیک پزی اینجور چیزا دارن الزاماً ویزای کاری بدم. کانادا خیلی سرد نیست، اونجایی که من بودم سرد بود، شاید برای من خیلی سرد بود. پرایوت تابعه کامیونیتی کالج و پرایوت کالج چیه؟ کامیونیتی کالج یه کالجی هستش که دولتیه، پرایوت کالج خصوصیه. کالجای دولتی ولیوشون بیشتره، بهتره، مدرکشون بهتره و یه مقدار ارزون‌ترن. کالج‌های خصوصی بیشتر سریع هستش و فست پیس حرکت میکنه. من خودم فوق لیسانسم رو توی دانشگاه خصوصی گرفتم، دلیلش هم این بودش که زمانش فشرده تر بود و کورسایی که میگرفتیم یه دونه یه دونه بود، چهار تا چهار تا نباید کورس میگرفتیم. بچه ها بهار کجاست؟ در مورد روانشناسی بالینی در مقطع پیشی چه اطلاعاتی دارین؟ چه اطلاعاتی رو دقیقا میخواین؟ آیا دانشجو در کانادا میتونه هزینه زندگیشو تامین بکنه بدون ساپورت خانواده؟ چند تا سوال، این سوال رو باید با چند تا سوال جواب بدم. آیا شما قصد داری بری کانادا دانشجو بشی و فاند بگیری؟ آیا شما قصد داری بری کانادا فقط درس بخونی کار نکنی؟ اینا همه سوالای متفاوت هستش. آیا شما دوست داری بری کانادا و توی خوابگاه زندگی بکنی یا دو خونه خودت؟ همه اینا سوالای هستش که میتونه جواب شما رو بده که آیا میتونین خودتون اونجا ساپورت بکنین یا نه. بچه‌ها بهار کجاست؟ من بهار رو نمی‌بینم. آها حالا شد. بهار بهتر شد؟ فکر کنم من اینجا هی بودم، هی برام گزینه یه چیز نمی اومد، ریکوست نمی اومد، بچه‌ها گفتن برو بیرون بیا، بعد من یه کامل میدادم منو نمیدیدی. آره الان کاملا عالی شد، هم صدات خوبه هم تصویره. خب خداش چقدر من تاریکم، چقدر سوالای خوبی پرسیدم. من الان هی یکی یکی تا جایی که تونستم جواب دادم، ولی از دستم در میره انقدر تعداد سوالا زیاده. خب بچه ها دیگه بپرسین دیگه، حالا ما راجع به چیزهای کلی صحبت کردیم. کالج کانادا رو همچنان میپرسه. آره. آره آره ببین کانادا کلن کشوری نیستش که کالج زیاد داشته باشه. کالج یک سیستم واقعا خیلی آمریکایی هستش و به نظر من واقعا خیلی فوق‌العاده است. مثلا من خودم الان میخوام برم کالج رشته ویدیو ادیتینگ رو بگذرونم. یعنی شما میتونید یه دوره‌ای که خیلی هم دوره‌هاش حالت
عملی باشه رو انتخاب بکنیم و بریم اونجا دوره رو بگذرونیم. حتی رشته‌های حسابداری یا مثلا پرستاری هم شما میتونید اونجا انجام بدین و دو سال سه سال درسای اولیه رو میخونین و بعد ترانسفر میکنین به سمت دانشگاه. کانادا خیلی کالج نداره، مثلا شهر اتاوا که من بودم فقط یه دونه کالج داشت، اون کالجش هم خیلی 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 بیسیک بود. در نتیجه بین کانادا و آمریکا بزرگترین تفاوت اینه که شاید تعداد کالج‌های کانادا 1% تعداد کالج‌های آمریکا باشه و واقعا کالج‌های آمریکا به نظر من کالج‌های فوق‌العاده‌ای هستن. یکی به من گفتش راجع به لاتاری بگم، من یه دونه لایوی گذاشته بودم توی یوتیوبم آپلود شده، اونو برید ببینید، اونجا توضیح دادم واسش. پذیرش زبان میشه از کالج آمریکا گرفت؟ نه الان نمیدن دیگه، کسی که خارج از آمریکا باشه ویزا نمیدن. حتی اگه شما مستر هم باشید و فان نداشته باشید بس که خیلی سخت میدن. رنگ دانشگاه برای دکتر چقدر پیدا کردن کار پس از تحصیل تاثیرگذاره، مخصوصا اینکه دانشگاه های خوب با رنگ بالا خودشون کانکشن های بسیار بالایی با شرکت های خیلی بزرگ دارن، یعنی خیلی از جاب اپورتونیتی چی میشه فرصت های شغلی توی خود دانشگاه برای بچه های دانشگاه فرستاده میشه که به بیرون از دانشگاه فرستاده نمیشه، در نتیجه واسه اون مورد خیلی. بهار اینجا پرسیدن که با فاندی که دکترای پذیرش بگیریم چقدر درس و کار داریم؟ چون گفتیم درس خوندن راحت، خوشحال شدم بیشتر راجع به مدل درس خوندن تو ارشد و پی اچ دی بگیم. میخواین تو جواب بدی؟ من صدای شما رو خیلی کم میشنوم. چی بود سوال؟ سوال این بودش که در مورد نوع درس خوندن پی اچ دی و دوره مسترز بگین، چقدر درس خوندن توی این موضوع اینوالوه، تا چه حد باید درس بخونم؟ من که خودم پی اچ دی چون نخوندم، اومدم اینجا فوق لیسانس هم خوندم، نمیتونم بگم. ولی خب خیلی ها که اینجا هستن بیشتر از درس خوندن توی پی اچ دی موضوع ریسرچشونه. دو سال اول توی امریکا کورس درس دارن که بعد از اون ولی شروع میکنن به کارهای ریسرچ و اینا، در همون هم میبرن جلو. ولی مثلا من یه دوستی کانادا داشتم دارم که مثلا داره پی اچ دی میخونه، اولا که پی اچ دی اونا زیر 6 سال دانشگاهشون گریجوییت نمیکنه، یعنی تا 9 سالم داشتن، که در راستای اینکه گفتین کانادا درس خوندن خیلی سخت داره، واقعا همینطوری هست و استاداشون اصلا کسی گریجوییت نمیکنه، اجازه نمیدن طرف دفاع کنه که بره. ولی اینجا خب اون محیط فرندلی هست و درس میخونی و حالا ریسرچ داری و اینا، و واسه همینه درصد زیادی از مسترا فاند نداره، چون که پول فاند از ریسرچ میاد، چون توی پی اچ دی ریسرچ هست واسه همین بچه ها فاند دارن. داشتن فوق لیسانس توی ایران برای کالج کانادا مزیته یا نگیم فوق داریم؟ این خیلی سوال خوبیه، چون وقتی میگن فوق لیسانس دارن اینا دو بار سه بار فکر میکنن قبل از اینکه شما بخواید. ببین من الان فوق لیسانس دارم ولی میخوام برم کالج دوره ویدیو ادیتینگ بگذرونم. بستگی داره چی کار میخوای بکنی با این دوره‌ای که تو کالج میخوای بری. میخوای بری درس بخونی که مثلا از طریقش چی کار بکنی، یه دوره‌ای رو یاد بگیری و ازش استفاده کنی؟ خب این فکر کنم بیشتر به عنوان وارد شدن به کانادا دارن در نظر میگیرن. آره منم همین فکر رو میکنم، ولی کانادا واقعا کالج نداره که بخوان از این طریق وارد کالج‌های کانادا بشن، مگر از طریق کالج‌های آمریکا بخوان اپلای کنن. نمیدونم کالج‌های آمریکا ویزای دانشجویی میدن الان در حال حاضر؟ نه من نشیدم با توجه به ترابل بند دیگه فکر نمیکنم. آره درست. آره مگر اینکه تو آمریکا باشن و بخوان دوره بگیرن، اروپایی مدرک پزشکی بگیریم آمریکا یا کانادا بهتر کار پیدا میکنن؟ اگه همچنان شما پاس ایرانی داشته باشین نمیتونین وارد آمریکا بشین، یا خیلی سخته، من نمیدونم. کانادا هم که کلا نمیدونم. یه سوال اومده گفتن در مورد لیسانس به دکتری تو مهندسی کامپیوتر بگید. ببین مهندسی کامپیوتر واقعا یکی از رشته های واقعا فوق العاده است اینجا، یعنی من نمیدونم اگه شما میخوای بیای دکترات تو رشته کامپیوتر بگیری یا اینکه فوق لیسانس داری و میخوای دنبال کار بگردی، خیلی شانست زیاده. خب من سوالشون رو فکر کنم بهتر متوجه شم. سوالشون اینه که دایرکت پی اچ دی هست یا نه؟ بله بر خیلی از رشته ها دایرکت پی اچ دی هست، که یعنی از لیسانس تو شما مستقیم میری پی اچ دی، که یعنی لزوما به معنی نیست که فوق لیسانس احتیاج دارید. ولی خب باید مثلا روی یه دونه سافتور فوکس کرده باشین، تافل بالا داشته باشین، کلا رزومه تون پکیجتون خوب باشه که به شما پذیرش بدن. گفتن راجع به دبیرستان کانادا توضیح بدین، راجع به دبیرستان کانادا دقیقاً چی میخواد؟ ببین خیلی این سوال واقعا کوچیکه ولی خیلی شاخه‌های زیادی داره.
از نظر این که مثلا یه ایرانی میخواد وارد دانشگاه دبیرستان ایرانی به آمریکایی بشه یا بخش کانادایی بشه، چقدر بچهای دیگه تحویلش میگیرن، از نظر سطح درسیش میخوای بدونی دقیقاً سوالت چیه که نگرانت کرده و باعث شده این سوالو بپرسی، دقیقاً چی میخوای بدونی راجع به دبیرستان کانادا؟ بگو بهار جان. یه دونه سوال بودش که با ویزای 5 ساله مولتی میتونی بیام کانادا پناهنده بشین؟ پناهندگی یه داستان خاص خودشو داره. من واقعا نمیدونم که الان آیا کانادا پناهندگی قبول میکنه و نمیکنه یا چه شرایطی داره. میدونم که هر کشوری یه تعداد خاصی در سال پناهندگی میگیرن و الان در حال حاضر تمرکزشون خیلی زیاده روی پناهنده های سوریه و کشورهای دیگه. واقعا من اطلاعاتم راجع به پناهندگی تقریبا صفره. شما راجع به فرصت مطالعاتی چیزی میدونید؟ حالا هم امریکا هم کانادا، چون چند نفر از منم قبلا پرسیدن من هیچی نمیدونست. یه بار دیگه میگی بهم اسمش چیه؟ فرصت مطالعاتی. اصلا نشیدم اینو. نه نمیدونم. میشه از طریق ازدواج ادامه دندون رو میشن خون یا بعد از اول خون؟ نه نمیشه چیزی رو ترانسفر کردش اینجا. خودم میشه از طریق ازدواج با یه فرد آمریکایی اقامت دائم گرفت؟ جوابش نه الان یه نمیشه کلمه... الان ویزای نامزد و ویزای ازدواج و این چیزا داده نمیشه. و من دوستی داشتم که یه آقای دکتری بود که همسرشون ایران بودن، یعنی من رفته بودم ویزا بگیرم، ایشون داشت میومد که گرین کارتشو بده، بعد ازدواج کردن و الان از 4 سال خورده‌ای گذشته و همسرشون هنوز ایرانه. حتی قبل از ترافل بن بود، ترافل بن که اومده کلا دیگه ویزاهای همسر و نامزد و چیزای دیگه رو برداشت. این از من پرسیدن که وقتی وارد آمریکا شدی چقدر زبانت قوی بود. یه بار دیگه من میگم من اول وارد آمریکا نشدم، من اول وارد کانادا شدم و 6 سال کانادا زندگی میکردم. قبل از اینکه برم کانادا یه حدود 2-3 سال به صورت فشرده کلاسای زبان کیشو میرفتم. فشرده یعنی از 8 تا 12 ظهر هر روز. و واقعا وقتی که وارد کانادا شدم فکر کردم که خیلی انگلیسی خوبه و خیلی مسلطم، ولی باور کن وقتی دفعه اول رفتم تو رستوران احساس کردم اینا کاملا دارم به یه زبونه دیگه صحبت میکنن. لهجهشون رو... من همینطوری بودم من منو رو نمیتونم بخونم کلمه قشنگ. ببین مثلا یه سری اصطلاحات خاص دارن یا یه لغتای خاص رو استفاده میکنن که من اصلا به عمرم اینا رو نشنیده بودم. مثلا 20 سال پیش توی رستورانا بعضی جا هنوز سیگار میکشیدن. مثلا من جلوی در وقتی رفتم به من گفتن که do you want a table for two؟ خب اینو من فهمیدم، گفتم yes. بعد گفت smoking or non-smoking؟ اینو من اصلا نفهمیدم یعنی چی، یعنی داره دود میکنه یا دود نمیکنه، یعنی چی؟ من واقعا همینجوری موندم. بعد من که چند روز پیش سوتی دادم جلوی استارباکس جلوی در دستشویی بودم، یه خانم اومد گفت do you know the combination؟ من گفتم the combination of what؟ من نمیدونستم کامبینیشن همه مثلا یعنی کده در میشه، یعنی همچنان هست یه کلماتی که آدم مثلا میگه خب این با اون چه رفتی داره. دقیقا همینطوره. به خاطر همین بعد چند تا از این موارد اینجوری که پیش اومد فهمیدم که همی دانم که نادانم، یعنی تقریبا فهمیدم که هیچی بلد نیستم. دقیقا من یه دونه پروژه را اشتباه کلن انجام داده بودم سر همین نفهمیدن حرف استاده، که یعنی هنوز بهش فکر میکنم اینجوری بودم چقدر من زایه شدم و چقدر مثلا اون نایس برخورد کرده. آره دقیقا همجوری. بعد ولی وقتی که رفتم امتحانای ورودی دانشگاه رو دادم به من گفتن که نه انگلیسی خوبه به حدی که میتونی بیای کورسای ابتدایی زبان دانشگاه رو بگیری. خب ببین نمیشنیدم، هیرینگ هم لیسنینگ هم خیلی ضعیف بودش، به خاطر همین خیلی احتیاج داشتم که تو جامعه باشم. من وقتی من تو در طی زندگیم دو بار زبانم جامپ کردش، یکی وقتی که کار کردم، یعنی توی محیطی بودم که همه آمریکایی حالا یا کانادایی بودن مجبور بودی. و مجبور بودی، یعنی راجع به خیلی اینقدرم به قول تو زایه بازی آدم در میاره تا یواش یواش درسش رو به نوع خیلی خیلی سخت و وحشتناک یاد بگیره. یکی مرحله دوم که زبان یاد گرفتم وقتی بچه دار شدم، به خاطر اینکه اونا یه سری لغت‌های جدید رو وارد زندگی می‌کنن که قبلا اصلا من نشنیده بودم و هی تو مجبوری که زبانتو قوی کنی با پدر مادر بچه‌ها دیگه صحبت کنی. این دو مرحله برای من دو تا جامپ بزرگ یادگیری زبانم بودش. من یه سوال خیلی خوب دیدم که با ویزای مالتیپل توریستی کانادا میشه کار کرد یا نه؟ تو آمریکا یا تو کانادا؟ کانادا. من فکر نمی‌کنم ویزای توریستی کسی بتونه کار بکنه اصلا. حتما باید اجازه کار داشته باشه. یکی پرسیده هزینه دانشگاه در امریکا برای رشته فنی مهندسی. از اون سوالای خیلی عجیبه که جوابی نداره، به خاطر اینکه هر دانشگاهی یه قیمت داره، یه
یونیت یه دانشگاهی ممکنه چه میدونم $1,000 باشه یه واحدش، ممکنه مالی یه جایی مثل هاروارد و استنفورد که جزو دیگر اون چند دانشگاه هم مثلا نمیدونم چقدر، ولی خیلی گرونه. مثلا USC که توی LA یونیتی $1,000 to $2,100 بود مثلا تا چند وقت پیش که من میدونستم، مال مثلا دانشگاهی که من خونده بودم مثلا خیلی ارزون تر بود، $1,100 بود موقع که من خونده بودم. ولی خب نمیشه گفتش که کدوم دانشگاه چقدر، کدوم شهر چقدر، به خاطر اینکه تو هر شهر دانشگاه مختلف بوده. فقط به نظر من یه چیز مهمه اینی که کسایی که ایالت به ایالت عوض میکنن یا تازه جدید وارد آمریکا میشن، اونا باید تویشن اوت اف استیت رو بدن که خیلی عدد زیاده. آره ولی برای بچه‌هایی که تو ایرانن این کار نمیکنه، چون که اونا آلردی دارن با ویزا دانشجویی میان. اون برای کسی که مثلا حالا برجان یه سوال اینجاست، من فکر کنم برای تو خیلی جالب باشه. نوشته برای کار تو آمریکا باید حتما از فیلتر دانشگاه رد بشین. برای کار تو دانشگاه چی؟ برای کار تو آمریکا آیا باید حتما از فیلتر دانشگاه رد بشین؟ من آدمایی داشتم اینجا، یعنی دوستهایی دیدم اینجا که با گرین کارت و لاتاری اومده بودن و دنبال حالا کار معماری بودن یا کارهای رشته های دیگه و خیلی زمان برد که اینا کار پیدا کنن، ولی خب اونا زبانشون خوب نبود. زبان خوب خیلی تأثیر گذاره، حالا با اینکه لی هستیم و خیلی شرکت ها هستش که ایرانی هن و اینا، ولی زبان خیلی پارامتر مهمیه و بیشتر از اون کار خودتونه که مهمه. در نتیجه لزومن دانشگاه اینجا رفته باشین یا نرفته باشین خیلی فکر نمیکنم مهم باشه. مخصوصا خود من با اینکه دانشگاه اینجا رفتم، من خیلی زود کار پیدا کردم. من 25 روز بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم کار پیدا کردم تو رشته خودم، ولی از وقتی که کار شروع کردم اصلا یه چیز دیگه بود، چیزایی که من تو دانشگاه یاد نگرفته بودم. مثلا من اونجا سما داشتم هم ترین میشدم که حالا یه سافتویر دیگه یاد بگیرم و شروع کنم که اونش رفت. خب از اینجا داشته باشی یه پارامتر مثبت دیگه. ببین یه سوال خیلی خوبه، شبانه روزی دیده بودم. ببخشید برعکس اجازه بدید من این سوال جواب بدم چون خیلی سوال خوبه. مثلا درباره کار کردن کانادایی ها در آمریکا هم صحبت کنیم. آیا کانادایی ها مثل خود آمریکایی ها می توانند تو آمریکا کار پیدا کنند و بهش مشغول بشن؟ آیا این یه رویه معمول و زیاده؟ این خیلی اشتباه مشترکی هستش که آدم همیشه میکنه و خود من عیناً این اشتباه کردم و الان 10 ساله دارم براش تقاص پس میدم. اگر شما کانادایی هستین و میخواین بیاین توی آمریکا کار کنین، باید ویزای کار حالا به نحوی یا به نوعی داشته باشین. بین آمریکا و کانادا یه ویزای هستش که اسمش ویزای TN هست و شما میتونین یه کاری رو توی آمریکا پیدا بکنین، ویزای TN بگیرین و این ویزا سالی یه بار تمدید میشه، یعنی فقط باید مرز رو رد بکنید، نوع ویزاتون عوض کنید بیاد. ولی ویزای TN برای هر کسی نیستش، زیر یه سری رشته ها و کارهای خاصی است. کارهای فنی و ریاضی اینا تقریبا همشون شامل ویزای TN میشن. این شماره یک. دومی که میتونید از طریق سرمایه گذاری اپلای کنید، کاری که من کردم. من اومدم اینجا مهد کودکم رو باز کردم و از طریقش ویزای سرمایه گذاری گرفتم و الان 14 سالی که اینجا موندم. انواع مختلف داره، موقعیت‌های خاصی هستش برای کانادایی که میتونن از این طریق بیان توی آمریکا کار کنن و زندگی بکنن، ولی حتما از راه درستش باید وارد بشین. اگر شما با پاسپورت کانادایی حتی وارد آمریکا بشین، اینجا به هیچ وجه اجازه کار ندارین، به خاطر اینکه ازتون سوشال سکیوریتی نمبر میخوان و سوشال سکیوریتی نمبر رو در صورتی میتونین بگیرین که اجازه کار داشته باشین. خیلی هم عالی. میسه خانم خبر دارین که آیا زیر 18 سال میشه ویزای مالتیپل کانادا رو تبدیل به ویزای تحصیلی کرد یا نه؟ این خیلی سوال خوبیه. ببین من اول میخوام بگم که اگر که یه نفر زیر 18 سال باشه و ویزا گرفته باشه، بعد ببینن که چجوری و از چه طریق ویزا گرفته. به خاطر اینکه اگر اینکه ویزا فقط ویزای ویزیتور باشه، بعد شما باید بگی که من میخوام برم تو های اسکول درس بخونم، درست؟ خب اگه شما میخواید تو های اسکول درس بخونید، سوال بعدی که ازتون میکنن که هزینه زندگی تو چجوری میخوای پرداخت بکنی. اگر اینکه با خانواده رفتین و ویزاتون یه ویزای خانوادگی ازش بعد این هزینه تحصیلی رو اسپانسر بکنیم، ولی این در صورتی هستش که همه با هم بخواید بمونه. من خیلی بعید میدونم که زیر 18 سال رو قبول بکنم که بتونه تنها زندگی بکنه و ویزاشو ویزای تحصیلی بکنه که اونجا بخواد دبیرستان بره درس بخونه. خیلی نکته خوبه. با گذرنده دوره کالج کانادا میشه کار پیدا کرد و اقامت گرفت؟ یعنی فقط کالج یکی رفته باشه توی کانادا 100%؟ بله میشه. البته خیلی بستگی داره که چی خونده باشین، ولی رشته‌های فنی عموماً خیلی هستش. بله میشه.
با پاس ترکیه اومدم به کانادا و آمریکا راحت‌تر هست. بله، فکر می‌کنم که ترکیه جزء ترافل بند نیست، درنم که راحت‌تر هر جایی که جزء ترافل بند نباشه راحت‌تر. ادامه رشته حقوق از وقت ارشد در کانادا بهتره یا آمریکا از لحاظ روند پذیرش؟ به نظر من کلن پذیرش توی آمریکا راحت تره تا از کانادا. دوباره همونجور بگم، تعداد دانشگاه های کانادا خیلی کم تره، شرایط درس خوندن هم ولی یه نکته که کانادا داره اینه که خیلی دوستایی من داشتم که مسترشون فاند داشته توی کانادا و اینجا من فقط مسترز فاند نمیدن. بله بله، اینجا مسترز فاند نمیدن، فرزند و شوهر بودن و یه چیز عجوبه‌ای بودن که مثلا بر مسترشون فاند گرفتن، ولی کانادا خیلی مثلا من دیدم که بدون درست. مقاله برای پی اچ دی فاند گرفتن، که برای مستر فاند گرفتن. پرسیدن آیا آلمان هم مثل کانادا سرده، شرایط زندگی و کارش چطوره؟ من واقعا راجع به آلمان نمیدونم، من آلمان زیاد سفر کردم، میدونم آلمان هم سرده ولی فکر نمی کنم به اندازه کانادا سرد باشه. میسا خانم شما خودتون تحصیلی مهندسی در آمریکا و کانادا، اینا یه چیزایی که شما میتونین گوگل کنین به راحتی، خیلی سوالا هست که اوریج یه چیزو شما میتونین گوگل کنین پیدا کنین. ببین پرسن آیا بریتیش کلمبیا هم سرمایه طولانی داره؟ نه. خیلی سوال خوبی کردیم. بریتیش کلمبیا واقعا واقعا هواش عالیه، یعنی به نظر من واقعا جواهر کانادا بریتیش کلمبیا هستش. فقط روزای خیلی خیلی بارونی زیاد داره، روزای خیلی ابری زیاد داره، سرما شاید انقدر اذیت نکنه، ولی به نظر من کانادا بریتیش کلمبیا یه چیزی که داره که واقعا جایی خیلی خیلی گرونی هستش، یعنی اجاره خونه و مثلا مخارج زندگی اون چیزا جای خوب خواهان زیاد داره گرونی. جای خوب کمیه تو کل کانادا در نتیجه. خب خیلی هم شبیه به سیاتل، نزدیک به هم دیگه و گرونه. از من پرسیدن که شما خودتون از نظر اقامت گرفت؟ بله میشه. از نظر تحصیلی یعنی وارد کانادا شدی؟ یعنی اگه حاتیه که شما تا گریجویت بشین کار به زودی زود دارید. از من پرسیدن که خودت از طریق تحصیلی وارد کانادا شدی؟ نه، من از طریق تحصیلی وارد کانادا نشدم، من از طریق ازدواج وارد کانادا شدم. من وقتی که ازدواج کردم شوهرم 12 13 سال جلوتر از من کانادا زندگی می‌کرد و سیتیزن کانادا بود و بعدم به حال ما ازدواج کردیم و اون منو اسپانسرم کرد و منو آوردن. کانادا برای دکترا راحت‌تر از آمریکا فاند میدن؟ نه، برای مستر راحت‌تر فاند میدن، برای دکترا آمریکا راحت‌تر فاند میدن. هزینه مهاجرت برای آمریکا چقدره؟ اینم دوباره از اون سوالایی که من فکر می‌کنم جواب نداره. درسته؟ نه، واقعا سوال بدون جوابیه. چون که الان که ویزای سرمایه‌گذاری نمیدن، تحصیلی هم بستگی داره که شما کدوم شهر، کدوم ایالت، کدوم دانشگاه پذیرش گرفته باشید. من یه گفتم برای که کل مسترش 16000 دلار بود، کل دوره دو سالش. و خب مثلا خیلی دانشگاه هست که مسترش مثلا 200000 دلار میشه. من فکر کنم سوال دبیرستان دوباره تکرار شد، چون گفتن من اگه بخوام سال 12 بیام کانادا باید برم داخل کلاس رشته تجربی بشینم، یعنی که داخل کانادا مثل ایران نیست که در دبیرستان انتخاب رشته انجام بشه. نه، انتخاب رشته انجام نمیشه، یه سری رشته های یه سری درس هایی هستش که تقریبا همه باید بخونن که رشته که دیپلمشون رو بگیرن. یه سری درسایی هستش که میگن الکتیو انتخابی هستش، که مثلا بین زبان اسپانیایی یا مثلا ورزش شما میتونید یکی رو انتخاب بکنید. کورسای الکتیو تعداد زیاده، شما یه تعدادی رو انتخاب میکنین، از اونجایی که پسش کرده باشین میتونید دیپلمتون رو بگیرین، ولی مثل اینجا نیستش که رشته تجربی و اینا اصلا دیگه جدا شه. یه سری مدرسه‌ای هستش فقط مدرسه هنره، یعنی فقط به هنر کار میکنن، یا فقط مدرسه موزیک هستش، ولی تجربی و ریاضی و اقتصاد اینا از هم جدا نمیشن. ویزای کانادا خرجش چقدر؟ نمیدونم، من تازگی ویزا نگرفتم، یه 20 سالی ویزا نگرفتم، نمیدونم ویزای کانادا هزینه چقدر میشه. من فقط اگه زنگ بزنن سفارت سوال بکنن جواب میدم، ولی الان که میدونم سفارت گوگل حتی ممکنه که جواب پیدا کنید. خیلی خب، ما یه ساعتمون رد شد. بهار جون این سوال خیلی خوبه، اگه اجازه بدی من اینو جواب بدم. آیا میشه که یک کانادایی توی آمریکا کار بکنه و مالیات بر درآمدش رو توی آمریکا بده؟ شما هر جایی که کار کنی مالیات اونجا رو باید بدید. اگر شما تو کانادا زندگی میکنین مالیات کانادا رو میدین. اگه کانادایی هستین و میایین آمریکا کار میکنین و تحصیل میکنین و ادامه میدین زندگیتون رو، مالیات آمریکا رو باید بدین.
اگر دلتون بخواد مالیات کانادا رو هم اضافه بر سازمان بدین میتونین بدین و خوبیش اینه که به هر حال بازنشستگی بهتر و قوی تری خواهید داشت. من نمیدم چون تقریبا هر چی آدم در میاره میره به این دو سم. من وقتی کانادا بودم مالیات کانادا رو میدادم، الانم که آمریکا هستم مالیات آمریکا رو میدم. خودش همین برای هفت وجدان بسه. خونه داریم؟ آف کورس که داریم. گرین کارت میگیری، کسی که گرین کارت میگیره اجازه هر کاری داره. مالیات هم استیت های مختلف متفاوته. مرسی میسا جون، دست شما درد نکنه. لطفاً فقط اینو سیف کنید که من دانلودش کنم که توی یه دونه باشه. متاسفانه تیکه تیکه شده. آها تو همه رو میتونی دانلود بکنی. آره میندازم توی آی مووی، همه رو با هم دیگه میذارم. باشه. خیلی خوشحال شدم. دست شما درد نکنه. مواظب خودت باش. خداحافظ. خدا. بابا.